سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز از داستان حضرت ادریس نبی علیه السلام بهتون میگیم. ممنون که امروز هم نیایش رو انتخاب کردین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از لطف و حمایت صمیمانه‌تون که از طریق لایک کردن، سابسکرایب کردن و ارسال برای دوستانتون نسبت به ما دارین. در صورتی که از برنامه های ما خوشتون اومد، برای اینکه روزهای بعدی هم بتونید به ما سر بزنید، فقط کافیه اون زنگوله رو فشار بدین. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشین. پیامبری بود به نام ادریس و چون همیشه در حال مطالعه بود، به او ادریس می گفتند. یعنی کسی که همیشه در حال خواندن و درس دادن است. در زمان ادریس، هنوز مدت زیادی از زندگی بشر نگذشته بود. هنوز خط و نوشتن و لباس و خانه وجود نداشت. ادریس برای اولین بار به آدم‌ها یاد داد که چگونه نخ بریسند و پارچه ببافند. چطور کلمه بنویسند و حساب کنند و خانه بسازند. چیزهایی که ادریس یاد داد باعث شد که زندگی مردم راحت تر شود. به همین دلیل همه او را دوست داشتند و از او راهنمایی می گرفتند. تا اینکه اتفاقی افتاد. در زمان حضرت ادریس پادشاهی ظالم زندگی می کرد. این پادشاه یک روز هوس کرد تا با سربازهایش به تفریح برود. سپس به باغی رسید و دستور داد تا صاحب باغ را پیش او ببرند. صاحب باغ مردی با ایمان و پیرو ادریس بود. پیش او رفت. شاه به او گفت باغ زیبایی داری. او گفت همه این زیبایی ها از خداست. شاه گفت این باغ را به من بفروش. صاحب باغ گفت نمیتوانم. چون با این باغ زندگیم را میگذرانم. شاه با ناراحتی از آنجا رفت. وقتی به کاخش رسید، به وزیرش گفت، دیدی چه اتفاقی افتاد؟ همسر شاه آنجا بود و گفت، شاهی که نتواند باغی را بگیرد، به درد نمی خورد. شاه نیز گفت، او پیرو ادریس است و مردم او را دوست دارد. همسرش گفت، باید او را به بهانه می کشتی. شاه گفت، چگونه؟ زنش گفت، عده‌ای را جمع کن تا گواهی دهند که این مرد علیه شاه حرفی زده و به این بهانه او را بکش. شاه هم این کار را کرد. مرد را کشت و باغش را صاحب شد. از این اتفاق ادریس پیامبر و مردم شهر خیلی ناراحت شدند. خداوند به ادریس وحی کرد که ای پیامبر ما، نزد شاه برو و به او بگو منتظر مجازات ما باش. ادریس هم نزد شاه رفت و گفت از خدا نترسیدی که آن مرد را کشتی؟ شاه گفت از هیچ کس نمی ترسم و ادریس را از کاخ بیرون کرد. همسرش گفت چرا او را گردن نزدی؟ تو چطور پادشاهی هستی؟ باید ادریس را می کشتی. پادشاه مامورانش را به دنبال ادریس فرستاد. خبر به پیامبر رسید. ادریس و یارانش در غاری پنهان شدند. از قضا همان شبی یکی از سرداران شاه به اتاق خواب شاه رفت و شاه و همسرش را کشت. این اتفاق باعث شد که ایمان مردم به ادریس بیشتر شود، چون فهمیدند که خدای ادریس به کمک او آمد و شاه ظالم از بین رفت. حضرت ادریس علیه السلام پس از آدم و شیس علیه السلام به مقام پیامبری رسید. او همواره مردم را به پرستش خدای یگانه و دوری از گناه دعوت می کرد و پیروانش را به ظهور پیامبران بعدی به ویژه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بشارت می داد. در نام این پیامبر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی نامش را اخنوع
و لقبش را ادریس دانستند. دسته دیگر او را اوزریس خواندند. ادریس را معرف این نام شمردند. جمعی معتقدند نامش در تورات اخنوع یا خنوع می باشد. و هرمس الهرامسه و مسلم النعمه و المثلث لقب دادند. زیرا ملک و حکیم و نبی بوده است. علامه طباطبایی در این باره می فرماید نام ایشان به زبان یونانی ترمیس بود که در زبان عربی اخنوع گفته می شود. اما بعضی دیگر می گویند در زبان یونانی به ایشان ارمیس می گویند که در زبان عربی هرمس گفته می شود و خداوند عزوجل هم در کتاب قرآن ایشان را ادریس نامید. ادریس علیه السلام از جمله پیامبرانی است که در قرآن از آن یاد شده است و خدای سبحان فرمود و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کلون من الصابرین و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. قرآن وی را به صفاتی چون صبر و راستگویی و برخوردار از مقام برجسته توصیف فرموده است. خلاصه نظر دانشمندان درباره وی این است که او نخستین پیامبری بود که جبرائیل علیه السلام برای ارشاد و هدایت نسل قابیل بر او وحی نازل کرد تا از طغیان و سرکشی و کفر خیش دست برداشته و به پیشگاه خداوند توبه کند و طبق دستورات آیین او زندگی کنند. قرآن درباره زندگی و دستورات دین و آیین ادریس علیه السلام مشروحاً سخن نگفته است، چنانکه سند تاریخی و پابرجایی هم از زندگی او در دست نیست. معتبرترین کتابی که درباره او سخن گفته تاریخ الحکما است. وقتی ادریس به پیامبری مبعوث شد، مردم به 72 زبان سخن می گفتند و خدای متعال همه آن لغات را به او تعلیم داد. او همچنین نخستین کسی بود که حرف و هنر دوزندگی داشت و لباس می دوخت. قبل از او مردم پوست برتن می کردند. ادریس حیات بود و در مسجد سهله بدین کار مشغول شد. آن پیامبر بزرگوار نخستین فرستاده خداوند بود که با اسلحه به جنگ دشمنان رفت. یکی از فرزندان قابیل را به اسارت درآورد. ابن عباس میگوید 5 تن از پیامبران به زبان یونانی سخن میگفتند. حضرت آدم علیه السلام، حضرت شیس علیه السلام، حضرت ادریس علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام و حضرت ابراهیم علیه السلام. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. حتما با لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت کنید و همینطور با فشردن اون زنگوله روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.